دوستای خوبم سلام به کلاس درس امروز ما خوش اومدین مبحث تقسیم پذیری رو ادامه میدیم با معرفی چند تا ویژگی دیگه تقسیم پذیری امیدوارم تو الان دیگه براتون راحت شده باشه دیده باشین که اثبات ویژگی های تقسیم پذیری چیزی نیست بغیر از این که تعریف رسمی آد کردن رو بنویسیم و بعد از طریق اون به نتیجه دلخواهمون برسیم خب بریم سراغ ویژگی های این جلسه اولین ویژگی این جلسه میگه که اگر عدد آ عدد B رو آد بکنه و عدد A عدد C رو هم عاد بکنه در اون صورت میشه نتیجه گرفت که عدد A ضرب این دو عدد یعنی BC رو هم عاد میکنه خب بیایم اینو با هم دیگه اثبات بکنیم همونطور که گفتیم همیشه میایم از تعریف ریاضی آد کردن شروع میکنیم آ آد میکنه به رو یعنی چی؟ یعنی که B مساویه میتونه به این صورت نوشته بشه A ضرب در Q که Q یه عدد صحیحه و آآد میکنه سه رو باز ب... معنیش اینه که سی رو میشه به صورت ضرب آ در یه عدد صحیح دیگه ای مثل کیو پریم نوشت خب حالا ما میخوایم از این به این نتیجه برسیم که آ بی سی رو هم آد میکنه به نظر میاد اولین راه حلی که به نظر آدم میاد اینه که دو طرف این رابطه رو بگیره در هم ضرب بکنه تا بی سی ظاهر بشه تا بعد از اونجا ببینه چیکار میتونه بکنه خب پس من اینجا اینجوری میذارم یه علامت ضرب در میذارم به این معنی که دو طرف این تساوی رو با هم ضرب میکنیم چه میگیریم این طرف که داریم BC اون طرف داریم AQ ضرب در AQ پریم خب چون نتیجه که میخوایم بهش بگیریم این هست که عاد میکنه به سروم میدونیم که در واقع ما میخوایم این رابطه به این فرم درات که بشه BC مساوی با A ضرب در یه عدد صحیح در اون صورت حکم ثابت شده دیگه پس من میام یه خورده اینو مرتب میکنم A رو میارم اینجا بقیه جمله ها رو اینجا توی پرانتز میدیمیسم خب قبول دارین که چون مجموعه اعداد صحیح نسبت به عمل ضرب بسته از ضرب این سه تا عدد صحیح خودش یه عدد صحیحه که مثلا میشه اسمش رو گذاشت کیوزگون پس در واقع ما اثبات کردیم که بی سی رو میشه به فرم آ ضرب در کیوزگون که کیوزگون یه عدد صحیحه نوشت و این همون تعریف عاد کردنه دیگه پس به این نتیجه رسیدیم که آ حاصل ضرب بی و سی رو عاد میکنه و این خاصیت اثبات شد خب میریم سراغ خاصیت دوم خاصیت دوم این جلسه این هست میگه اگر عدد آ عدد B رو آد بکنه و عدد C عدد D رو آد بکنه اینا چهار تا عدد متمایزن میشه نتیجه گرفت که حاصل ضرب A3 حاصل ضرب B و D رو هم آد میکنه خب طبق معمول بیایم از تعریف ریاضی فرضیاتمون شروع بکنیم آد میکنه B رو یعنی B مساوی با A Q C آد میکنه D رو یعنی D مساوی است با C Q پریم باز به نظر میاد برای اینکه این حاصل ضربا ظاهر بشن توی اثباتمون لازمه که دو طرف این رابطه ها رو در هم ضرب کنیم پس نتیجه میده که BD مساوی است با AQ ضرب در CQ دوباره دقت میکنیم به فرمی که ما میخوایم این رابطه رو دراریم اینه که BD رو بنویسیم مساوی A3 ضرب در یه عدد صحیحی پس بیایم اینو یه خوره مرتب کنیم جمله ها رو A3 رو بیاریم کنار هم Q و Q توی پرانتز اینجا بنویسیم باز دوباره از بسته بودن عمل ضب روی عدد استفاده کنیم بگیم که این خودش یه عدد جدیدی مثل کیوزگوند هست پس ما تونستیم بیدی رو به فرم آسه در عدد سایی کیو بنویسیم پس در واقع میشه گفت آسه بیدی رو آد میکنه این انگار یک حالت کلی تر از این خاصیت بودش خب بریم خاصیت بعدی که خاصیت جالبی هست میگه که اگر عدد a عدد b رو عاد بکنه در نتیجه هر عدد طبیعی مثل n داشته باشیم هر چه باشد n n عدد a به توان n عدد b به توان n رو عاد میکنه در واقع یعنی که عاد کردن رابطه‌ایه که شما میتونید دو طرفش رو به توان n که n عدد طبیعی است برسونید و باز اون رابطه برقرار باشه اثباتش به چه صورت؟ میگیم که a عاد میکنه به رو یعنی b مساوی AQ خب حالا بیایم دو طرف این تصاویر رو به توان چون میخوایم که آ و به ان ظاهر بشن به توان ان برسون اینجا این علامت رو میذارم به معنی به توان رسوندن خب داریم بی مساوی آ ان کیو بعد قبول داریم که چون مجموعه عدد صحیح نسبت به ضرب بسته است کیو به توان ان چیزی نیست غیر از ضرب کیو در خودش ان بار پس باز اینم یه عدد صحیحه مثل کیو پریم مثلا دنه چه میتونیم اینو اسمش رو یه چیز جدیدی بزنیم مثل کیو پریم پس بی ان شد آ ان زاب در یاده سی پس در واقع از این میتونیم نتیجه گرفت که آ ان بی ان رو آد میکنه و این همون نتیجه هست که ما میخواستیم بگیریم حالا اینجا دلم خواد به یه چیزی دقت کنید ما اینجا خیلی رابطه های مفیدی از تقسیم پذیری و اثبات کردیم که چجوری وقتی چند تا عدد همدیگر اد میکنن حاصل ضرباشون چجوری به هم مربوط میشن ولی دقت کنید که هر وقت از یه رابطه استفاده میکنید حتما مطمئن باشین که چون اثبات اینا راحت هست دیگه تو ذهنتون مطمئن باشین از رابطه درستی دارید استفاده میکنین چون مثلا الان من بهش گفتم آ آد کنه برو رو آن آد میکنه بیان رو اما جای اما بزرگ بنویسم اگه مثلا آ آد کنه بی به توان ان رو آیا میشه نتیجه گرفت که آ آد میکنه برو رو ممکنه دیگه آدم اشتباه کنه فکر کنه خب آ آد میکنه بی رو پس چه فرق کنه آ ب رو هم آد میکنه ولی این میدونیم که درست نیست چون که اگه به ان مساوی آ در کیو باشه شما از دو طرف تساوی ریشه ان بگیرید باز معلوم نیست که مطمئن نیستیم که کیو بازی عدد صحیح بشه یا نه مثلا مثال نقضش هم این هست که چهار صد رو آد میکنه که صد هست ده به توان دو دیگه ان اینجا دو بی دهه ولی از این نمیشه نتیجه گرفت که چهار ده رو هم عاد میکنه ببخشید اینجا بی همون ده هست درسته این برقرار نیستش پس فقط چیزی که اینجا خواستم بگم اینه که توجه بکنید اینجا یه علامت توجه بزرگ من بکشم توجه بکنید که هر وقت یه رابطه میخوان استفاده کنید مطمئن باشین که پشتش یه منطق ریاضی درستی هست چون این رابطه هم اثباتشون خیلی سخت نیست خیلی نباید سخت باشه براتون که اسپاشون رو تو ذهنتون نگه دارین و همینطوری از رابطه که مطمئن نیستین استفاده نکنین که مثلا به این رو بگین که خب پس مثلا آبه رو هم میتونه حد کنه خب این هم از ویژگی های امروز تا جلسه بعدی که یه خورده این ویژگی ها رو در عمل میبینیم و تو مثال ها میبینیم که تازه چجوری استفاده از اینها میتونه به ما کمک کنه به خدا میسپارمتون فعلا خداحافظ